بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. از جمله سوالاتی که بسیار مهم است و در تاریخ اسلام مطرح است و به عنوان یک بحث اعتقادی و شبهه اعتقادی هم مطرح است، بحث صلح امام حسن مجتبی علیه السلام است. خب مسئله صلح امام حسن علیه السلام و این که چرا امام حسن صلح کرد، خب به طور خلاصه من در محورهای مختلف این رو، نکاتی که مرتبط به این موضوع هست، این رو بیان می کنم و دوستان و مخاطبان عزیز توجه بفرمایند. نکته اول در مورد مسئله صلح امام و این که امام چرا صلح کرد، این نکته است که ما همونطور که در جلسات دیگر عرض کردم و دوستان اگر فایل ها رو گوش داده باشند، قضیه صلح امام فعل امام است، عمل امام است و امام حسن علیه السلام معصوم است، معصوم مطلق، از جمله 14 نور مقدس است و فعل امام که همان یکی از افعالش صلح هست، صلح با معاویه، حتما دارای مصالح عظیمی بوده است و حتما برای جامعه مسلمین مصلحت های عظیمی دارد. این بر اساس مبانی اعتقادی برای این که فعل امام است و امام اعقل العقلاست و بالاترین علم را دارد و در دریافت خودش، در عمل به خود، عمل خودش، در پندارش، در گفتارش، در ابراز احساساتش، در عواطفش کلن معصوم است. به این جهت صلح و برقراری صلح و سازش، حالا صلح و سازش با هم متفاوته، برقراری صلح با حکومت بنی امیه به عنوان فعل امام حتما برای جامعه مسلمین ثمرات بالایی داشته و جزء و مصلحت های زیاد در این فعل نهفته است. این یک بحث کلیه، بحث اعتقادی که قابل توجه مخاطبانی که شیعه هستند و اونهای برادرانی که اهل سنت هستند، خب اون بحثشون فرق میکنه. اگر سوال از جانب برادران اهل سنت هم بپرسند، خب به محورهای دیگری کلام حقیقی توجه کنند. اما این نکته محور اول رو گفتم، منظورم مخاطبانی است که شیعه مذهب هستند و در مورد این بحث امام و تاریخ اسلام سوال دارند. نکته اول اون نکته کلی بود که میتونیم به طور کلی عرض بکنیم. نکته اولی که اینجا نکته محوریه که عرض بکنیم اینه که هر یک از پیشوایان مشهور به یک صفت برجسته‌ای هستند و امام حسن علیه السلام به صفت بردباری و تحمل مشهور هستند. این گونه صفات که هر کدوم از امام ائمه اطهار علیه السلام به یک صفت مشهورند، منظور این نیست که اونها بقیه اوصاف و کمالات انسانی را نداشتند، این به دلیل یک شهرتی است و الا هیچ کدامشان دارای نقطه ضعف و نقصی نیستند که بگیم مثلا امامی که بردبار هست با اون امامی که کاظم هست، با اون امامی که رضاست، با اون امامی که صادق هست بگیم نه مثلا هر کدوم یک صفت دارن. نه، منظور این نیست. منظور اون لقبی و اون شهرتی که پیدا کرده و الا همشون کلهم نور واحد بنا به اعتقاد شیعه امامیه. حتی این صفت بردباری و صلح خواهی به حدی است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس روایتی که منسوب به اون حضرت هست، حالا ما چون بررسی سندی نکردم نمیگم که پیامبر فرمود، میگه عرض میکنم که این کلام منسوب است به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که خطاب به امام حسن مجتبی میفرماید ان ابنی هذا سید یصلح الله به بین فئتین عظیمتین
که کلام رسول خدا، کلام منسوب به رسول خدا این است که میفرماید این همانا این پسرم، خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام، همانا شخصیت و سید بزرگواری است که خداوند سبحان به وسیله او، یصلح الله به، به وسیله او بین فئتین عظیمتین، بین میان دو گروه عظیم و بزرگی از که در جامعه وجود دارن صلح آرامش برقرار میکنند. خب این خودتون مطلب رو تا حد جوابی که از جوابها رو گرفتید که با صلح امام حسن بنا به گفتار منسوب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بین دو گروه عظیمی از جامعه اون روز صلح برقرار میشه. خب این هم این حدیث رو راویان اهل سنت آورده، هم راویان شیعه، و امامان معصوم علیه السلام متناسب با شرایط و اوضاع حاکم بر عصر خودشان و بنابر وظیفه خداوند متعال بر دوش اونها نگاهده، بر فعالیت هایی می کردند و اون فعالیت هاشون بر اساس مصالح کلی جامعه اسلامی بود که راز و سر و رمزهایی دارد که ممکن است تفکر ما و اندیشه ما به اون نرسد. درباره صلح امام حسن هم خب علل و فلسفه های گوناگون ذکر کردند، برخی واقعا منطقی و قانع کننده است، برخی هم ممکن است عقل ما نکشد. رو این جهت با توجه به این که دانش و اطلاعات امامان معصوم و در این بحث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام به مراتب بالاتر و عالی‌تر از اطلاعات و دانش دیگران است و آنچه که آن بزرگواران از طریق الهام آسمانی به آن دست یافته و عمل کرده اند، عقل سایر دانشمندان و پژوهندگان عالم که حتی عالم و دانشمند هم هستند ممکن است در دستیابی به اونها ناتوان باشد. این نکته اول. نکته دوم این است که جهاد در اسلام اصالتاً و ذاتاً مطلوب نیست، که اسلام جهاد ابتدایی را و جهاد و همیشه دنبال جنگ و خونریزی و خشونت باشد. نه، اسلام ذاتاً دنبال جنگ و خونریزی نیست و بسیاری از جهادهایی که صورت گرفته به دلیل لزوم بوده، به دلیل ضرورت بوده، و الا اگر ضرورتی نباشد و از طریق غیر از جنگ و خونریزی اون مصلحتی که موجود باید به دست بیاید، از غیر جنگ اون مصلحت تعبیه شود و به دست بیاید، بحث جنگ اینجا در مرتبه دوم قرار میگیرد. به این جهت خواسته اصلی اسلام برای بشریت عبارت است از آزادی، حقیقت جویی، رفع محرومیت، محرومیت همه جانبه، فکری، اجتماعی، سیاسی، هرچه هست، ستم ستیزی، ظلم ناپذیری، رفع تبعیض نژادی و قومی، برقراری قسط و عدالت اجتماعی، تقوا پیشگی، خدا محوری در تمام مراحل زندگی. خب این ارزش های والا اگر در یک محیط امن و آرامش به دست بیاد و نیاز به جنگ و خونریزی نباشد، خب اسلام دستور نمیده که حتما جنگ و خونریزی باشه. و اگر جایی مبارزه‌ای صورت گرفته و جهادی صورت گرفته با مستبدان و گردنکشان، در زمانی بوده که اون اصولی که در باره که عرض کردم، اگر این موارد و عدالت زیر پا گذاشته بشه، حق و حقوق زیر پا گذاشته بشه، اونجا بحث جنگ و امثال اینها ضرورت پیدا میکنه. ولی در فضای عادی اگر بتونیم از طریق عادی ما قضیه رو حل بکنیم، نیازی به جنگ و خونریزی نیست. و دستور اصل اسلام اینه که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن، ای اهل ایمان همگی در صلح آرامش درآیید. پس اصل صلح آرامش است و دستور هم داده انما المؤمنون اخوه
فاصلحوا بین اخویکم، همیشه اصلاح کنید، همیشه صلح برقرار کنید بین برادرانتان. و امام حسن علیه السلام وقتی در به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته الهی که رازدار و سنگردار مقام نبوت و امامت است، بیش از همه انسان‌ها به پاسداری از تلاش‌های خصوصاً در تلاش‌های پیامبر گرامی اسلام و همچنین تلاش پدرش امام علی علیه السلام دلسوزتر بود و همت بیشتر داشت و او خود رو در برابر آن مسئول میدید و احساس میکرد که با ادامه یه به چه طریقی او احساس میکرد و دنبال این به این فکر بود که از چه طریق میتوان دین اسلام رو حفظ کرد و سنت امام علی علیه السلام رو حفظ کرد. اگر با ادامه نبرد و خونریزی به چنین مقصودی دست بیابد بهتر است یا به برقراری صلح، و این از طریق علم امام به علم امام به این شد که از طریق صلح شاید بتوان بیشتر اسلام رو حفظ کرد. این نکته دوم. نکته سوم این که صلح امام حسن علیه السلام از انقراض شیعه و نابودی محبان و پیروان مکتب اهل بیت به دست سپاهیان معاویه پیشگیری کرد. معاویه به دلیل کینه های عصر جاهلیت و نبرد های خونین قریش بر ضد رسول خدا که بسیار از آنها با آتش افروزی و جمع فرماندهی پدرش ابو سفیان شعله ور شده بود، از این سو با رهبری پیامبر اسلام و مجاهدت امیر المؤمنین به پیروزی اسلام منجر شد، قلبی آکنده از عداوت و دشمنی به خاندان عصمت و طهارت داشت. و به این جهت امام این وضعیت رو می دانست که اگر جنگی در بگیرد و منجر به شکست ظاهری شود، ممکن است اصل شیعه در معرض خطر قرار بگیرد. و اونجا که وقتی شیعه به طور کامل در معرض خطر قرار بگیرد و خود امام هم نتواند اون وظیفه نگهبانی از شیعه را انجام بدهد، در اون صورت به ضرر عظیمی منجر می شد. حتی امام حسن به این مسئله که در مقابل یک فردی که بعضی افراد که در مقابل امام گلایه می کردن و انتقادها می کردن، بعضی ها می گفتن که تو با این کارت مسلمین را چی کردی؟ مسلمین رو ذلیل کردی و امثال اینا، و مؤمنین رو ذلیل کردی. اینجا امام در جواب بعضی از کسانی که اهل گلایه بودند می فرمود ویحکم ما علمت والله الذي عملت خيرش لخيرا لشيعتي مما طلعت عليه الشمس او غربت الا تعلمون انني امامكم مفترض الطاعه عليكم واحد سيد شباب اهل الجنه. امام در اینجا میفرماید وای بر شما مگر نمیدانید که آنچه من انجام دادم به خدا به سود شماست، یعنی صلحی کردم به سود شماست، و من امام شما هستم. اونچه که من انجام دادم از هر چی که خورشید بر آن بتابد بهتر است و اون حفظ جان شماست، و مگر نمیدانید که من امام شما هستم و واجب الاطاعم و یکی از سید جوانان اهل بهشتم. بعد در ادامه حالا می فرماید اما علمتم ان الخضر لما خرق السفینة و اقام الجدار و قتل الغلام کان ذالک سخطا لموسى بن عمران. آیا نمی دانید که وقتی خضر کشتی را شکافت، معیوب کرد، دیوار رو آباد کرد،
اون غلام و پسر جوان رو به قتل رساند. اینها همه در نزد موسی بن عمران بنا به تصریح قرآن کریم همه کار بدی بود. چرا؟ از خفی علیه وجه الحکمه، برای این که اون حکمت کار مخفی بود، مخفی شده بود در نزد عمران. فی ذالک و کان ذالک عند الله ذکر حکمتا و ثوابا، و در نزد خداوند ذکر این کار و یادآوری این کار حکمت و ثواب بود. همه اینها یعنی کار من هم دارای حکمت و ثوابی است و باید این رو مد نظر قرار داد. بحث سومی که این هست که این است که صلح امام حسن نوعی تقیه سیاسی بود، یعنی امام ظاهراً صلح کرد و دست به فعالیت سیاسی نزد و اینجا اون مخالفت خود را پنهان کرد با قضیه صلح و ناگزیر هم از این کار بود که باید این کار را انجام میداد، به دلیل اینکه اولا طرفداران امام کلن از اطرافش رفته بودند و بسیاری با مال و جاه و قدرت طلبی و امثال با معاویه دست به یکی کرده بودند و سپاهیان امام در جنگ، در امر جنگ کوتاهی می کرد، بسیاری را به جنگ فرستاده بود، با معاویه سازش کرده بود، با معاویه تبانی کرده بود، بعد مردم شدیداً از جنگ خسته شده بودند، روحیه جنگ در اصحاب امام وجود نداشت. نکته دیگر این که اگر بین جنگی صورت می گرفت ممکن بود کل جامعه اسلامی از هم پاشیده بشه، کشورهای اسلامی از بین بره و هجومی و با اندک هجوم از کشورهای غیر اسلامی اصلا باعث اضمحلال جامعه اسلامی می شد. و از طرف دیگر امام خیانتهایی رو در بعضی از سران سپاهش دیده بود و می دانست که اگر جنگی صورت بگیره اونا دو دستی امام رو به معاویه تسلیم می کنن که در اون صورت قضیه بدتر می شد. که حتی امام در یه جایی می فرماید به خدا سوگند اگر با معاویه نبرد می کردن به وی تسلیم می نمودند، به خدا سوگند اگر با اون مسالمت کنم و عزیز باشم برایم دوست داشتنی تر است از این که در حالی که اسیرش باشم مرا بکشد و یا بر من منت بگذارد و آزادم کند و تا پایان روزگار بر بنی هاشم بماند و معاویه همیشه خودش رو و عقابش رو بر زنده و مرده ما به آن منت بدهد، بگه ما شما رو آزاد کردیم. و از طرف دیگه امام از روش غیر اسلامی و شیوه مکارانه که معاویه انجام میداد از اون رویز پرهیز داشت، برخلاف معاویه که از هر راهی به تحکیم موقعیت خود بپردازد حتی از راه نامردی و نامردمی که باشد، و از این جهت امام محدودیت شرعی داشت. اون خود او نیرنگی که در حکومت معاویه بود، امام اهل اون خود او نیرنگ نبود، همونطور که در مورد حضرت علی علیه السلام بود، چون او مظهر تقوا بود، مظهر عدالت بود، مظهر صفات عظیم انسانی بود. و این بود که امام میتونیم بی تردید بگیم که آنچه که درباره اسرار و علل صلح امام حسن ما گفتیم کافی نیست و جای بحث دارد، اما این را بدانیم، باز هم تأکید میکنم، که صلح امام حسن دارای مصلحت عظیمی برای جامعه انسانی و اسلامی بود. ان شاء الله که خداوند متعال همه ما را توفیق عنایت بفرماید که شیعیان واقعی و پیروان خردمند برای خاندان عصمت و طهارت باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.